هی واتس اپ گایز، خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه. من مونسپارم و تو این ویدیو قراره که یه ریاکت بریم به مستند عبدالرب ساربان، پسر مرحوم و تنها فرزند مرحوم استاد ساربان بزرگ. امیدوارم که لذت کافی رو ببرید. فقط قبلش برای حمایت از من لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. خیلی دوستتون دارم. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو خیلی خفن. وقتی میخواند این غم بی حیا مرا باز رها نمی کند. یاد ببینید چقدر شبیه پدرش و چقدر صدا شبیه استاد ساربان بزرگه. و خاطره های صدای سوخته افغانستان ساربان بزرگ به ذهن می آید. بر علاوه شباهت چهره با پدر، صدایش نیز همخوانی با آواز او دارد. میگه به علاوه چهرهش صداش هم خیلی شبیه به استاد ساربان بوده. گلشن بیار آبی رو خیگل بریم. اسمش عبدالرب ساربان است، یگانه پسر مرحوم ساربان بزرگ. اما با آن که میخواند و صدای قشنگ نیز هم دارد، چرا مانند پدرش شهره آفاق نشد؟ ببینید داره در مورد این میگه که با اینکه صدای خوبی داره و خیلی هم شبیه ساربان بزرگه، چرا راه پدرش رو ادامه نداد و موسیقی رو نمیخونه و آهنگ نمیخونه. رب ساربان همانند پدرش مرد فقیر و انزوا گزین است. شخصیت آرام و سنگینی دارد. مثل پدرش عشق و علاقه به موسیقی و آوازخوانی دارد، اما رنج زمان و نامهربانی همدیاران او را از موسیقی دلزده ساخته است. میگه که چون حمایتش نکردن و اینکه نمیدونم حالا یک سری بلاهای مختلف سرش اومده، تصمیم گرفته که این هیته کاری رو کنار بذاره. عبدالرب ساربان زمانی که در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردن، برای افغانهای مقیم در آنجا برنامه های موسیقی اجرا می نمود و با عشق و علاقه وافر ترانه های زنده یاد ساربان بزرگ را می سرایید. و این ترانه های پدرش رو می خونده و بازخوانی می کرده و می خواسته هم یاد اون رو زنده نگه داره، هم مردم حالا بفهمن که چقدر شبیه به استاد ساربان. اما از صدای او قشنگی آهنگ های استاد ساربان را احساس می کردن. انگار که استاد ساربان داره اجرا میکنه. چطور ممکنه آخه اینقدر شباهت، اینقدر که نزدیک باشه؟ اما پس از آن که در سال 2006 میلادی آرامگاه استاد ساربان به کابل منتقل شد، عبدالرب نیز با سایر اعضای خانواده به زادگاهش برگشت، با امید این که مردم از او استقبال کنند. اما بیخبر از این که مردم کجا به ارزش های هنری پدر بزرگش حرمت گذاشتن تا به پسر. میگه که مردم وقتی که برگشته به کشور افغانستان، مردم اصلا حمایتش نکردن و بدتر از اون از مورد اذیت و آزار هم قرار گرفته و اینکه اصلا آثارهای استاد ساربان رو به رسمیت نشمردن و اون رو تخریب میکردن ارزش قائل شدن. عبدالرب ساربان با آنکه چند آهنگ در تلویزیون ملی ضبط نمود، اما با مرور زمان با توجه به بیمهری روزگار کم کم از موسیقی دلزده شد، با آنکه او می توانست راه پدرش را به خوبی ادامه دهد.
اما واقعا هم صدا هم چهره هم کارش خیلی شبیه استاد ساروان بود. ما به یک بارگی مانند پدر از همه چیز برید و انزوا اختیار نمود. حالا او دیگر نمیخواهد در چنین سرزمینی بخواند که مردمش تنها موسیقی میشنوند و ارزش‌های هنری یک هنرمند و خانواده او را پاس نمیدارند. میگه که بیمهری کردند، به زبان ساده بگم این که اون احترام و شخصیت رو نذاشتن به ایشون و ایشون هم واقعا ناراحت شده، چون کاری که اون رفتاری که اونا کردن در شأن ایشون و پدرشون نبوده. خب گایز، این بود از این ویدیو خفن، امیدوارم که لذت کافی رو برده بوده باشین. مرسی از اینکه تا انتها ویدیو رو تماشا کردید، دم تک تکتون گرمه، خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی پر انرژی و خفن بمونید.